دو خواهر و دو مبارز واحدهای مدافع زن در حومه کوبانی در جبهه جنگ با داعش. رکسان کوبر ده دهان زا تبلیل حضر سیسته راست از او خوشگاه خواه تبلیل بون خوندا تیریت خواسته کما بو انو کام تبلیل بون من ها دجمن کتی من ها جبهه کوبر لکن تپی کوبر لکن دجمن ها کتی و هر چور های ملی مگشتی یعنی دجمن گی داره دایا بس لیاد بجم چه خواستی مثلا کود و داره گشتی دایا و چه خواست او به بس لیام تجاری امنی لن کود دجمن پیش دواره و این هم مراسم نظامی گروهی از مبارزان واحدهای مدافع خلق با مشایعت مادران کوبانی و سخنرانی یک فرمانده زن برای نیروهای گردان شهید فرات. ام شهید اخوا ناصفیرن آخر ام شهید اخوا دسفیرن دل اخوا و سوزا بر خدانی دنوانا. ما شهیدانمان را به خاک نمی سپاریم، بلکه آنها را به قلبمان می سپاریم و سوگند مقاومت به آنها یاد می کنیم. ما در برابر مبارزات مقدس و قهرمانانه آنها برای آزادی خلق کرد سوگند می خوریم و پایبند فراخوان رهبرمان هستیم که گفت امروز کوبانی مظهر کرامت ملت کرد است. آخرین خبرهای مربوط به جنگ در کوبانی نشان می‌دهد که واحدهای مدافع خلق و واحدهای مدافع زن دو روستای گتش و جبل را نیز در حومه‌های شهر از نیروهای داعش پاکسازی کردند. گزارش‌ها حاکی است داعش ده‌ها کشته بر جای گذاشته و مجروحان خود در این جنگ را توسط آمبولانس‌های ترکیه از مرز کوبانی به بیمارستانی در اورفا در آن سوی مرز منتقل کرده. هنوز هم برخی از روستاهای اطراف کوبانی هدف حملات توپخانه داعش قرار می گیرند. حملات بیامان داعش به مردم کوبانی و سکوت جامعه جهانی در این باره از یک سو خشم کردهای سراسر کردستان را برانگیخته و سوی دیگر احساس همدردی آنها را نیز در پی داشته. بیش از 1000 نفر این روزها با عبور از مرزهای ترکیه وارد روژاوا شده و با تشکیل 3 گردان به صفوف مبارزان پیوستند. کردهای شرق کردستان نیز که به دلیل عدم همجواری با مرزهای روژاوا دستشان به کوبانی نمیرسد از فضای مجازی برای اعلام حمایت از کوبانی استفاده میکنند. ارسال تصاویری از ارومیه و ماکو گرفته تا کرمانشاه و ایلام برای صفحه فیسبوکی کمپین کوبانی تنها نیست یکی از این راه هاست. برخی حتی کلیپ های خانگی درست میکنند و برای کوبانی ترانه میسرایند، مانند این جوانان در ارومیه و مادری در یکی از دیگر شهرهای کردستان. بسیاری از دیگر آزادیخواهان ایران نیز کوبانی را تنها نگذاشتند و سعی کردند نسبت به وقوع فاجعه‌ای انسانی در آن اعتراض کنند. مانا نیستانی، کاریکاتوریست معروف ایرانی، از جمله آنهاست که در این کاریکاتور آنچه در کوبانی روی می‌دهد را به تصویر کشیده و شاهین نجفی، هنرمند معترض که در صفحه فیسبوک خود از بی بی سی پرسیده چه خبر از کوبانی؟